آمریکا و بسیاری از سران کشورهای جهان حمله تروریستی به فرودگاه آتا ترک ترکیه را محکوم کردند. کاخ سفید این حمله را یک حمله تروریستی فجی توصیف کرده است. شهلا راسته گزارش می‌دهد. سران و شخصیت‌های سیاسی کشورهای مختلف جهان در ابراز همدردی با مردم ترکیه در پی حمله مرگبار تروریستی در آن کشور شریک شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای سخنرانی در فستیوال ایده ها در ایالت کلرادو به سر میبرد در واکنش گفت ما مشغول جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با این حمله تروریستی هستیم ما هنوز در مورد این حمله و عاملان آن در حال جمعوری اطلاعات هستیم اما تنها میخواهم بگویم این مسئله روزمره است به همین دلیل میگویم نخستین چالشی که باید با آن روبرو شویم تروریسم غیردولتی است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان ضمن ابراز همدردی با مردم ترکیه این رویداد را حمله تروریستی و شنی توصیف کرد. ما برای قربانیان و خانواده های آنها و مردم عزیز ترکیه دعا می کنیم. باشد که خداوند قلب های خشن را مهربان گرداند و ما را در مسیر صلح راهنمایی کند. بگذارید در سکوت دعا کنیم. همزمان که مردم روسیه مانند برخی نقاط دیگر جهان به نشانه همدردی در برابر سفارت ترکیه در مسکو گل قرار دادند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور گفت در یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه تأسف عمیق خود از این حمله را ابراز کرده و اضافه کرد دستور آغاز روند بهبود روابط کشورش با ترکیه را صادر کرده است. میل دارم با مسئله تروریسم شروع کنم. هرچند که همزمان شده با فعالتر شدن سلول های تروریستی. با این حال ما محدودیت های اجرایی را برمیداریم و من از دولت روسیه می خواهم روند عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی با ترکیه را آغاز کند. در واکنش های جهانی دیگر بانکیمون دبیر کل سازمان ملل و رهبران اتحادیه اروپا با مردم ترکیه ابراز همدردی کردند. انگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت تلاش برای یافتن عامل و علت این حمله ادامه دارد نمیخواهم در این مورد گمان زنی کنم ولی تاسف عمیقم را به بازماندگان و بستگان قربانیان این حمله ابراز میکنم و به مردم ترکیه میگویم که ما خود را در جنگ با تروریسم با آنها متحد میدانیم دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه نیز ضمن ابراز مطالبی مشابه با مردم ترکیه ابراز همدردی کردند دولت های چین، ژاپن و استرالیا نیز با محکومیت این حمله تروریستی بر ضرورت تقویت مبارزه با تروریست تاکید گذاردند. شهلا راستی، صدای آمریکا، واشنگتن.